درود بر شما همراهان کانال شب رو و ممنونم از لایک و سابسکرایبتون همراهان عزیز با فشردن کلید زنگوله میتونید از جدیدترین داستانهای ما قبل از بقیه با خبر بشید بریم که با هم داستان واقعی رو بشنویم اسمم نرگسه 19 سالم بود که با پسر یکی از همکارای پدرم ازدواج کردم. ازدواجمون کاملا سنتی بود و ما بدون هیچ شناختی ازدواج کردیم. تنها شرط من برای ازدواج با محمد این بود که بذاره من درسم و ادامه بدم و برم دانشگاه. اونم مشکلی با این قضیه نداشت و قبول کرد. محمد پسر خوبی بود کارمند یه شرکت دولتی بود خیلی با محبت بود همیشه میگفت دوست دارم خدا به همون یه دختر بده که شکل تو باشه همینم شد دو سال بعد از ازدواجمون یعنی دقیقا وقتی که من مدرک پرستاریمو گرفته بودم خدا بهمون یه دختر خوشگل داد که اسمشو سنا گذاشتیم. سنا از همون بچگیش تو مرکز توجه همه بود. دخترم اونقدر شیرین زبون بود که حد نداشت. من اون موقع ها تازه استخدام یه بیمارستان دولتی شده بودم. عاشق کارم بودم و دلم نمیخواست فلش کنم. البته اینکه حقوق بالایی داشتم هم بی تأثیر نبود. به خاطر همین سنا رو از بچگی یا مهد کودک میفرستادم یا گاهی خونه خواهر و مادرم هرچی محمد به هم میگفت بزار بچه کمی بزرگتر شه گناه داره تو این سن بره مهد کودک گوش نمیدادم و میگفتم من این همه درس خوندم نمیتونم که بیخیال زحمت هایی که کشیدم باشم بعدشم مطمئن باش به سنا خیلی خوش میگذره تو مهد خونه خواهرم هم که خواهرزادم هست دو سه سال فقط ازش بزرگتره اون هم بازیشه. بالاخره به هر نحوی که بود محمد و راضی کردم که کارم و به خاطر بچه ول نکنم. سنا بیشتر اوقات بعد از مهد میرفت خونه خواهرم کلا اونجا بزرگ شده بود میدونستم که خواهرم سنا رو مثل بچه خودش دوست داره و بهش میرسه خیالم از این بابت راحت بود من بعد سنا دیگه بچه دار نشدم و نه من و نه محمد واقعا وقتشو نداشتیم که بخوان بچه بیاریم هرچی مادر من و مادر محمد بهمون به گفتن که بچه دار شید یه دونه کمه بچه باید دو تا باشه اما گوشمون بدهکار نبود. محمد به خاطر این مخالف بود که نه من و نه خودش هیچ وقت خونه نبودیم که با بچه ها بخوایم وقت بگذرونیم. منم حوصله بچه و مسئولیتاشو نداشتم واقعا. سنا به همین شیوه بزرگ شد. وقتی که ده سالش بود من سرپرستار شده بودم و تایم کاری من بیشتر شده بود. هرچی مامانم به هم میگفت نرگس حواست بیشتر به این بچه باشه تو سن حساسیه اونقدر نفرستش خونه خواهرت اون پسر بزرگ داره پسرش تو سن غروره دختر تو هم قشنگه کار دستت میده من گوش نمیدادم به حرفش تازه بیشتر از مامانم ناراحت میشدم به خاطر این حرفاش یه روز وقتی این حرف زد باهاش بحث کردم بهش گفتم مادر من اون دوتا از بچگی با هم بزرگ شدن مثل خواهر و برادرن آخه چرا این چیزا رو میگی مگه عهد دقیانوسه که زن و مردو از هم جدا میکنی اون دوره ما بود که نمیذاشتی چ پسری از کنارمون رد بشه تو فکر میکنی چه خبره مامان الان بچه ها زیاده مثل قدیم نیست که بعدشم سنا با پسر خالش با هم بزرگ شدن مثل خواهر و برادران برای هم مادرم اون روز به خاطر لحن بدم خیلی ازم ناراحت شده بود آخه منم حق داشتم اون زیادی حساس بود سنا دختر عاقلی بود میدونستم که بعد و خوبش رو تشخیص میده در سانی خواهر من بود حواسش به اون دوتا بود این ماجراها گذشت تا وقتی که دخترم 17 سالش بود من و پدرش بهترینا رو براش فراهم کرده بودیم پیش بهتری معلم ها فرست دادمش بهترین معلما کلاس فرستادمش برای کنکور بهترین لباسا رو میپوشید هر غذایی که دوست داشت از بیرون سفارش میداد تو ناز و نعمت بود من واقعا از خودم راضی بودم این کار کردن من و پدرش باعث شده بود که بچه‌مون واقعا بی‌نیاز شده باشه از هر چیزی خوب شد به حرف بقیه گوش نکردم و کارم و ول نکردم مطمئنا به این رفاهی که الان توش بودیم نمیرسیدیم سالی دو سه بار خدا رو مسافرت میرفتیم و چند باری هم برای مسافرت به خارج از کشور رفته بودیم من از لحاظ مالی واقعا سنا رو تعمین کرده بودم درسته کاملا نمیتونستم وقتم رو در اختیارش بذارم اما بچم و عقدهای بار نیوورده بودم دخترم همه چی براش فراهم بود همیشه سنا خریداشو خریداش و اینترنتی انجام میداد اکثر اوقات هر چیزی که میخواست از کیف و کفش بگیر تا لوازم مدرسهش اینترنتی میخرید منم اصلا بسته هایی که میخریدو و باز نمیکردم مستقیم میبردم تو اتاقش و دوست داشتم خودش باز کنه به نظرم یه حس خوبی که خرید اینترنتی داره اینه که وقتی یه بسته برات میاد و خودت بازش میکنی و اون چیزی که منتظرش بودی به دستت میرسه به حس خیلی خیلی خوبی میده اون لحظه منم هم همیشه بسته هایی که سنا سفارش میداد و میبردم تو اتاقش میذاشتم اون روز رو خوب یادمه من شیفت شب داشتم و از صبح تا ساعت سه خونه بودم بعدش هم باید میرفتم بیمارستان سنام صبح بعد از اینکه صبحونش رو خورده بود با سرویس شرف مدرسه محمد هم دیگه آخرای صبحونش بود که گفت نرگس من قرار امروز چند تا سند کاری به دستم برسه من شماره پرونده رو میخوام احتمالا تا ظهر میرسه Thank <laughs> you. میگم تو که خونه ای اگه اومد میتونی تحویلش بگیری و شماره پرونده ای که پشتش نوشته رو برام بخونی که من دیگه نخوام این همه را بیام خونه گفتم آره حتما بسته که اومد چیزی که خواستی و برات انجام میدم محمدم که رفت سر کار من شروع کردم به تمیز کردن خونه وقتایی که خونه بودم سعی کردم به خونه برسم هرچی هم سنا به هم میگفت که ما پولش رو داریم کارگر بگیر قبول نمیکردم رسیدم به کارای خونه رو دوست داشتم به حس خوبی میداد من میخواست خودم انجامشون بدم اون روز حدودا ساعت های صبح بود که پوز یه بسته اوور در خونم منم رفتم و گرفتمش و فکر میکردم بسته محمده. زود بازش کردم تا شماره که گفته بود و پیدا کنم و براش بخونم. اما همین که بسته رو باز کردم به یه بسته برخورد کردم. شکل شبیه کاندوم بود. با خودم گفتم حتما این بسته مال ما نیست. چون محمد که بخواد بگیره از داروخونه میگیره دیگه حتما اشتباه فرستادن توی بسته به جز کاندوم یه چند تا قرص تأخیری هم بود این قرصا رو مردایی مصرف میکردن که مشکل انزال داشتن اینو که بخورن خب تایم روابطشون بیشتر میشد من به خاطر شغلم این قرصا رو کامل میشناختم دیگه مطمئن شدم که بسته رو اشتباهی فرستادن آخه محمد که اصلا از این قرصا استفاده نمیکرد پشت بسته پستی رو خواستم بخونم تا ببینم مربوط به کیه تا برگشتش بزنم اما در کمال تعجب اطلاعات سنروش نوشته شده بود شماره تماسی که داده بود شماره تماس خودش بود آدرسم آدرس خونه خودمون بود چطور ممکن بود همچین چیزی دختر 17 ساله من برای چی باید به چنین چیزایی نیاز پیدا کنه داشتم دیوونه می شدم به خدا. اصلا نمیدونستم ربط این وسایل به سنا چیه. اینا رو فقط موقع رابطه استفاده می کردن. یعنی سنا با کسی بود؟ نه امکان نداشت دختر من چیزی تو زندگیش کم داشته باشه که بره سمت جنس مخالفش. اونم توی این سه. نمی دونین برای یه مادر چقدر سخت این که به بچه شک داشته باشه. میخواستم وقتی سنا از مدرسه اومد بروش بیارم اما پشیمون شدم میترسیدم چیزی نباشه و روم توی روی سناب باز بشه حتی به محمدم چیزی نگفتم از برخوردش میترسیدم میترسیدم علکی بعد بینش کنم از طرفی هم با خودم فکر می کردم اگه دخترم زن باشه چی؟ آخه تین این سالایی که پرستار بیمارستان بودم موردای زیادی دیده بودم که دخترایی رو میآوردن توی سن پایین که پسرا گولشون میزدن و بهشون تجاوز میکردن. اصلا نمیتونستم تجسم کنم که این بلا سر دخترم اومده باشه. آخه دختر من تو ناز و نعمت بود. چیزی کم نداشت که بخواد بره سمت اینجور چیزا تو همین فکرا بودم که در خونه رو زدم بازم پست بود و بسته داشت این دفعه دیگه میدونستم مال محمده حدسمم هم درست بود بسته برای محمد بود بازش کردم و اطلاعاتی که محمد خواسته بود و از پشت تلفن بهش گفتم اونقدر صدام ناراحت بود که محمد چند باری ازم پرسید نرگز چرا ناراحتی منم در جوابش گفتم نه چیزی نیست به کارای خونه رسیدم یه کمی خستم فقط چی میگفتم بهش آخه؟ میگفتم بسته پستی دختر رسیده و توشون وسایل بوده بیچاره سکته میکرد. مثل مرغ سرکنده هی توی خونه دور خودم می چرخیدم آخرش تصمیم گرفتم برای اینکه مطمئن بشم چه خبره سنا رو به یه ببرم پیش دوستم که ماماه تا اون معاینش کنه. بعد از اینکه خیالم راحت شد از سنا ازش راجع به این بسته بپرسم. همون ساعت زنگ زدم به دوستم و ماجرا رو براش تعریف کردم بهش گفتم یه جوری بگه بهونه میارمش اونجا تو هم کن اونم قبول کرد قرار شد ساعت چهار بریم مطبش سری بسته رو توی اتاقم قایم کردم که سنا نبینه سنا ساعت های دوازده از مدرسه میومد خونه نمیدونستم امروز بعد از ظهر کلاس کنکور داره یا نه آخه من اصلا وقت نمیکردم پیگیر ساعت های کلاس سنا باشم روزی 6 7 ساعت از وقتم رو که توی بیمارستان بودم وقتی هم میومدم خونه اونقدر خسته بودم که حوصله این کارا رو نداشتم فکر می کردم سنا خودش حواسش به خودش هست سنا بعد از مدرسه اومد خونه من اونقدر حالم به خاطر این موضوع بد بود و استرس داشتم که هر که منو میدید میفهمید یه چیزی هست سنا وقتی منو دید گفت مامان مریض شدی گفتم آره حالم زیاد خوب نیست بعد از ظهر میخوام برم دکتر تنها میتونی با هم بیای انگار دلش سوخته بود چون گفت آره میام باهات البته کلاس هم دارم ها، اما کنسلش میکنم اگه هر وقت دیگه ای بود اجازه نمیدادم کلاسش رو کنسل کنه آخه دوست داشتم یه کاری بشه و مثل من دستش تو جیب خودش باشه و آیندهش تامین باشه به خاطر همینم کلی برای درسش هزینه کرده بودم اون روز زنگ زدم بیمارستان و گفتم نمیتونم بیام برای مرخصی رد کنن تا ساعت چهار من هزار جور فکر و خیال کردم چندین بار رفتم تا اتاق سنا و چکش کردم حالم دست خودم نبود ساعت چهار بود که با سنا رفتیم مطب دوستم وارد مطب که شدیم سنا با تعجب بهم گفت مامان اینجا که مطب دکتر زنان زایمانه اینجا چرا اومدیم مگه گفتی حالت خوب نیست مجبور شدم علکی بهش بگم که یه مشکل زنونه دارم شاید حال بدم به خاطر این باشه اومدم چه کام؟ اینو که گفتم دیگه حرفی نزد خودم تنها رفتم تو اتاق و به دوستم گفتم که دخترم بیرونه اما نمیدونم به چه بهونه بیارمش این داخل دوستم گفت مگه دختر چند سال قبل آفاندیزشو رو عمل نکرد بیارش اینجا میگم میخوام جای آپاندیزش رو ببینم یه پارچه میکشم جلوی بدنش تا نبینه دارم معاینش میکنم وقتی هم فهمید وسط کار که نمیتونه پاشه باشه ای گفتم و سنا رو به همین بهونه وارد اتاق کردم خودم هم از اتاق اومدم بیرون تا دکتر کاراشو انجام بده هنوز چند دقیقه نشد که سنا اومد بیرون و گفت برم داخل دکتر باهام کار داره عجیب بود قیافه سنا کاملا عادی بود یعنی اصلا حس نکرد چیزی رو اونم وقتی که دکتر داشت اندام جنسی شو مایه نمیکرد با همین فکر را رفتم داخل دوستم انگار تو فکر بود منو که دید گفت نرگس سعی کن خودتو کنترل کنی دختر سنی نداره باهاش درست برخورد کن من با ناراحتی گفتم زن شده نه بهش تجاوز کردن با ناراحتی نگام کرد و گفت نرگس قضیه فراتر از این حرف هست. من فقط دستگاه سونوگرافی رو همینجوری برای رد کنی گذاشتم رو شکمش که دخترت شک نکنی تا بعدش معاینش کنم اما اونو که گذاشتم دیدم دخترت حامل است چهار هفتهشم هست با چیزی که شنیدم گوشم سود کشید یعنی چی که سن حامله بود دختر من فقط هفته سالش بود نمیفهمیدم دوستم چی میگه بیچاره سعی میکرد که آرومم کنه اما نمیشد نمیتونست که آرومم کنه من اصلا نمیدونستم بچم از کی بارداره آخه سنی نداشت اون الان باید به فکر کنکورش بود به فکر آیندهش با شتاب از اتاق دوستم اومدم بیرون و رفتم سمت سنا یه سیلی محکم تو گوشش زدم سنا با تعجب نگاه میکرد بیشتر شوکه شده بود اطرافمون هم چند نفری از مریضا توی سالن انتظار نشسته بودن و با تعجب نگاهمون کردن. حرکاتم دست خودم نبود انگار با شنیدن حرفای دوستم به هم جنون دست داده بود اصلا برا مهم نبود که اون همه آدم دارن به همون نگاه میکنن سنو با تعجب نگاه میکرد و یه دفعه به حرف اومد و گفت مامان داری چیکار میکنی؟ اینو که گفت دیگه نتونستم تحمل کنم با خودم همینجور کشیدمش و از مطب خارج شدیم توی راه حالش دادم به سمت ماشین و گفتم چه غلطی کردی؟ با کی بودی؟ اینو که گفتم انگار شوکه شده بود اصلا نمیتونست حدس بزنه که من فهمیدم چه خبره به هم نگاه کرد و گفت مامان کی بهت این حرفا رو زده؟ هر کی گفته دروغ گفته گفتم چرا داری به هم دروغ میگی؟ تو بارداری میفهمی؟ اصلا از, از کی بارداری تو؟ با کی بودی سنا؟ تو تازه 17 سالته؟ تو از اعتماد من سو استفاده کردی؟ جیغ میزدم و اینا رو بهش میگفتم. اصلا حرکاتم دست خودم نبود. سنا که خبر بارداریش رو از زبونم شنید انگار شکه شده بود. گفت نه مامان همچین چیزی نیست به خدا. میخواستم بهت بگم گولم زد منو مجبور کرد. من خودم نمیخواستم با شرایط عادی این کار رو انجام ندادم مامان به خدا من نمیدونم چی کار کنم من نمیخواستم که این اتفاق بیفته فقط بهش میگفتم بگو که این کار رو باد کرده اسم کسی رو اوورد که روح از بدنم جدا شد اسم شخصی رو اوورد که من مثل چشام به خونواده و اون آدم اعتماد داشتم اون کسی که گفته بود پسر خالش بود پسر خاله‌ای که من فکر می کردم مثل خواهر و برادرم پسر خاله‌ای که من از بچگی سنا رو فرستاده بودم خونشون که خواهرم مواظبشون باشه واقعا اونقدر بچه خواهرم و دوست داشتم که فکر میکردم پسر خودمه هیچ وقت فکر نمیکردم اون بیاد و این کار رو با سنا انجام بده بهش گفتم سنا مطمئنی به من دروغ نمیگی من میرم تاتوی این قضیه رو در میارم و بچه اونقدر گریه می کرد که نفسش بالا نمی اومد. می گفت, مامان من چه دروغی دارم که بهت بگم. یه روز که خونه نبودی و بیمارستان بودی من حوصلم سر رفته بود. خواستم برم خونه خاله به ای سری بزنم. من که رفتم اونجا خاله خونه نبود. یه کمی می بشینم و بعد برگردم خونه که دیدم اون بهم به حمله کرد. انگاری مز بود. نمیدونم چی بود ولی حالت طبیعی نداشت بهم به تجاوز کرد مامان من از پارسال تا حالا با این آدم در ارتباطم من واقعا چی داشتم از این بچه میشنیدم حرفای مامانم یادم میومد چقدر مامانم بهم به گفته بود که این بچه رو نفرست اونجا اون بچه تو سن غروره اینم تو سن بدیه آتیش و پنبه نباید کنار هم باشم من چقدر فکرم محدود بود حرفایی که مادرم زده بود درست بود من چه مادر بیمسئولیتی بودم من فقط پیش خودم فکر میکردم اگه سنا رو از لحاظ مالی تامین کنم همه چیز حله سنا همچنان گریه میکرد من بهش گفتم حالا که این اتفاق افتاده راهی نداریم باید بری با اون پسر ازدواج کنی چیزی بوده که خودت خواستی تو اصلا چرا اجازه دادی که نگاه ناپاک بهت داشته باشه وقتی فهمیدی نگاش بده اصلا چرا تو رفتی خونشون مادر گفت مامان من فکر نمی کردم که اون بخواد با هم همچین کاری کنه گفتم اصلا حرفشم نزن از کجا معلوم که بخواسته خودت این کارو نکرده باشی هزار جور تهمت به بچه بیچاره زده بودم اونقدر تو فشار بود که فقط گریه میکرد مستقیم از همونجا رفتیم خونه خواهرم باید این قضیه رو هر جوری که شده بود بی سر و صدا حلش میکردیم چون اگه محمد میفهمید حتما سکته میکرد به خواهرم تو را زنگ زدم و گفتم که قراره برم خونشون میخواستم ببینم خونه هست یا نه بیچاره وقتی فهمید کلیم خوشحال شد که منو سنا داریم میریم به ای سر بزنیم اگه میفهمید که پسرش با دخترم چیکار کرده اونم حتما دق میکرد وقتی رسیدیم خونشون بیچاره خودش وقتی قیافه من و سنا رو دید وا نمیدونست دلیلش چیه من اونقدر گریه کرده بودم و اونقدر جیغ و داد زده بودم که صدام گرفته بود صورتم پر از ورم شده بود از گریه سعی کردم بفهمه که چرا داریم گریه میکنیم من فقط ازش پرسیدم که پسرش خونه هست یا نه اونم گفت آره داره تلویزیون میبینه همین که وارد خونه شدیم انگار که داشتم اسرائیلمو میدیدم دیگه برام پسر خواهرم نبود انگار و... واقعا داشتم به دشمنم نگاه میکردم اون به من و دخترم خیانت کرد وقتی قیافه هامونو این حالتی دید انگار شک کرد من خیز برداشتم سمتش و نمیتونستم اصلا آروم باشم میخواستم تا جون داره کتکش بزنم موفقم شدم یکم که کتکش زدم آرومتر شدم اون فقط سعی کرد که از خودش دفاع کنه بهش گفتم عوضی این دختر مثل خواهرت بود شما شبانه روز با هم بودیم تو بهش تجاوز کردی این دختر 17 سالشه اون وقت تو از پارسال باهاش در ارتباطی بیا قضیه رو جمع کن حالا دختره حامله است چه کارش کنم الان اینو خواهرم بیچاره وا رفته بود با تعجب به ما نگاه میکرد میگفت چی میگین شماها حامله چیه کی حامله است سنا رو میگی گفتم آره همین پسر این بلا رو سر دختر من ورده جالب اینجا بود که اون پسر عوضیشم اصلا حرفی نمیزد فقط میگفت خاله دختر خودت هم دوست داشت که با من در ارتباط باشه وگرنه را به را خونه ما چیکار میکرد را به را دلش برای ما برای چی تنگ میشد یعنی هیچ فامیل دیگه ای نداشت فقط برای ما دلش تنگ میشد معلوم بود که اونم دوست داره تازه منم اون روز حالم خوب نبود واقعا حالم دست خودم نبود و مس بودم که این اتفاق بینمون افتاد بعدشم دختر روزای بعدشم با من بوده اگه نمیخواست روزای بعدش چرا میومد این دفعه سنا به حرف اومد و گفت من اگه باهات بودم به خاطر این بود که مجبور بودم فکر میکردم با من ازدواج میکنی من الان باردارم میفهمی یعنی چی بچه خواهرم مسئولیتش رو گردن نمیگرفت و گفت برو بچهتو تو سخت کن من نمیتونم باهات باشم من نمیتونم اصلا به چشم زنم بهت نگاه کنم مطمئن باش اگه باهات ازدواج کنم این ازدواج دوامی نداره من از سر هوا و هوس باهات بودم اصلا نمیتونم تو رو به چشم زنم نگاه کنم خواهرمم فقط تماشاگر بود توی اون لحظه بیچاره اصلا انگار بهش شوک وارد شده بود کلی به پسرش فوش داد ولی فوشایی که واقعا به درد دخترم نمیخورد بدتر این که پسرش اصلا دخترم رو نمیخواست اصلا دوستش نداشت من نمیدونستم که تو اون لحظه باید چه کار کنم باز اگه قبول میکرد مسئولیت کارشو یه چیزی پسری که بچه خواهرم بود مثل پسر خودم دوستش داشتم اگه مسئولیت کارشو قبول میکرد میگفتم اشکالی نداره پدرشو راضی میکردم که این دوتا با هم ازدواج کنم خلاصه اون روز من و سنا دست از پادراستر رفتیم خونه سنا که انگار شبیه مرده شده بود اون اگه با پسر خواهرم بود فکر میکرد که عقدش میکنه و بالاخره یه روزی با هم ازدواج اصلا بیچاره نمیدونست که داره البته نمیگم کارش اشتباه نبوده اما کار من اشتباه تر بود که این همه سال به خواهرزاده خودم اونقدر اعتماد داشتم که فکر میکردم مثل برادرشه من اونقدر بهشون اعتماد داشتم که از بچگی سنا رو فرستاده بودم خونشون من چه میدونستم که این آدم میخواد به دختر من تعرض کنه من همش فکر میکردم که اینا مثل خواهر برادرن چقدر مامان بیچارم گفت سنا رو نفرس اونجا چقدر مامانم گفت سنا خوشگله و تو چشمه این بچه از را به در میشه کار دستت میده دختر ای کاش به حرفش گوش میکردم ای کاش که همه وقتی گفتن کار ول کن حواست به دخترت باشه من غرق کار و پول در آوردن نمی شدم حواسمو بیشتر به دخترم می دادم. بیشتر با دخترم حرف می زدم تا شاید همون وقتی که بار اول بهش تجاوز شده بود بهم به میگفت می گفت و من الان می تونستم یه فکری بردارم از خواهرم خواسته بودم که راجع به این موضوع با کسی حرفی نزنه اونم قبول کرد چون پای پسر خودشم در هر صورت گیر بود من این قضیه رو نمیتونستم به محمد بگم چی میگفتم اگه میگفتم سنا رو حتما میکشت همچین چیزی اصلا قابل بخشش نبود با خودم گفتم یه قرص میدم به سنا چون من پرستار بودم و میدونستم که چه قرصی بهش بدم گفتم یه قرصی بهش میدم بچهش که افتاد یه روز میبرمش پیش دوستم که پرده بکارتش رو ترمیم کنه تو خیال خودم همچین چیزایی رو تجسم کرده بودم وقتی قضیه رو به سنا گفتم اونم استقبال کرد گفت آره من اصلا نمیتونم بچه داشم مامان من خودم هنوز بچهم، باورم نمیشد من اون دخترایی که بهشون تجاوز میشد و میومدن بیمارستان رو خودم همیشه نصیحتشون میکردم همیشه پدر و مادراشون رو نصیحت میکردم و میگفتم حواستون بیشتر به بچه هاتون باشه برای بچه هاتون وقت بذارید به اون دخترام میگفتم که کارتون اشتباهه همیشه دختر خودم رو مثال میزدم و میگفتم دختر من خیلی خوبه اینجوریه اونجوریه مثل اون باشین همیشه پوزشو میدادم فکر نمی کردم یه روز این اتفاق برای بچه خودم بیفته. من شاید بدترین کار ممکن رو در حق دخترم کردم آخه منم فکر نمی کردم که بخواد بلایی سرش با خوردن اون قرص بیاد من به سنا قرص سخت جنین داده بودم این قرص رو باید داخل واژن بذاری تا بچه سق بشه این قرص برای ماهای پایین در حد یه ماه تا دو ماه جواب میداد این قرص رو که بهش دادم به ساعت نکشید که سنا به خونریزی افتاد خونریزیش اصلا غیر طبیعی بود چهرهش زرد شده بود حالش خیلی بود مجبور شدم منتقلش کنم بیمارستان وقتی رفتیم بیمارستان دکتر چیزی بهم به گفت که واقعا فرو ریختم دکتر بهم گفت دختر شما باردار بوده منم گفتم آره باردار بوده و فلان قرص و مصرف کرده چون اونجا مجبور بودم که همه چیزو بگم تا بتونن درمانش کنن وقتی اینو گفتم گفت دختر سنش کم بوده وقتی اون قرص رو بهش دادی رحمش آسیب جدی دیده بعدنش نتونسته تحمل کنه و به قسمت عظیمی از رحمش آسیب دیده امکان داره که در آینده نتونه باردار بشه البته امکانم داره که این اتفاق نیفته و بعدا خودش رو ترمیم کنه اما به هر حال رحمش آسیب دیده از حال اون روزا نگم بهتون اونقدر هم من هم سنا حالمون بد بود که حد نداشت محمد دائم میپرسید که چی شده شما مادر و دختر یه جوری شدین من جوابی نداشتم بهش بدم اگه میگفتم حتما اون پسره رو میکشت و بعدم سنا رو بیچاره خواهرمم هم شرمنده بود هر روز زنگ میزد و عذرخواهی میکرد میگفت هر روز با پسرش حرف میزنه اما اون زیر بار نمیره که با سنا ازدواج کنه سری آخر بهش گفتم دیگه چیزی نگه و قضیه رو فراموش کنه بهترم هست که فعلا ما با هم در ارتباط نباشیم بیچاره اونم به خاطر سنا خیلی ناراحت بود اما ناراحتی کسی حال دختر منو خوب نمیکرد. بچم تو سن 17 سالگی یه بچه سخت کرد بهش تجاوز شد و همه اینا به خاطر من بود من چرا فکر میکردم کردم همین که از لحاظ مالی سنا رو تأمین کنم دیگه مشکلی تو زندگیش پیش نمیاد چقدر مامانم تفلک میگفت که حواست به دخترت باشه چرا فکر نمیکردم که همچین اتفاقی برام بیفته اونقدر سرگرم کار بودم که واقعا اونطوری که باید برای بچم مادری نکردم بچم همش یا وقتی بچه بود توی مهد بود یا بعدشم که بزرگتر شد خونه خالب و مادر بزرگش من اونقدر که باید با بچم صمیمی نبودم الان که دو سالی از اون موضوع میگذره دخترم هیچ تمایلی به اینکه ترمیم کنه بکارتش نداره هرچی هم بهش میگم بیا بریم اوکی میشه اصلا نمیاد همش میگه من تا عمر دارم دیگه ازدواج نمیکنم پرده به چه کارم میاد دو ساله که پشت کنکوره اما حتی آزادم چیز به درد بخوری قبول نمیشه با اینکه حتی معلم سرخونم براش گرفتم بازم انگا اثرات اون روزا روشه واقعا الان ما کلی پول داریم کلی ثروت داریم اما بچمون سالم نیست و از نظر روحی و روانی داغونه خواستم که داستانم رو روایت کنن تا شما مادرایی که سر کار هستین حتما بیشتر به بچه هاتون توجه کنین بیشتر باهاشون وقت بگذرونین که خدایی نکرده خدایی نکرده این اتفاق که برای دختر من افتاد برای بچه های شما نیفته ممنون که داستان زندگی منو شنیدین و خوشحال میشم اگر نظری دارید که میتونه به دختر من کمک کنه حتما اونو داخل کامنت ها بنویسید همراهان عزیز چنان چه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید